سلام، من مریم هستم. اینجا پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این بار در رابطه با زنانی که محمد رضا شاه بجز همسرانش با اونا رابطه داشت. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بزنید و ما رو سابسکرایب کنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید و اونها رو ببینید زنگوله کنارش رو بزنید. در عصر پهلوی سفرهای رسمی و غیر رسمی درباریان ردیفی مهم از هزینه‌های کشور را تشکیل می‌داد. گاهی اونا سفرهای خصوصی خودشون رو هم سفری رسمی جا می زدن تا خرج سفر رو دریافت کنن، یا مثلا خریدهای شخصی که به عنوان کالای مورد نیاز دربار تلقی می شد. سفرهای شاه و فرح به دو صورت بود. یکی سفرهای رسمی و سیاسی که گاهی اوقات فرح نیز همسفر محمد رضا بود و نوع دیگر سفرهای اونا مسافرت تفریحی در داخل و خارج از کشور بود. عمده سفرهای تفریحی به سواحل شمالی کشور در کنار دریا و بیشتر در تابستون انجام می شد. سفرهای طولانی مدت محمد رضا حتی باعث ناراحتی و نگرانی وزیر دربار شاهنشاهی هم می شد و ایشون در اعتراض و انتقاد به شاه می گفت ضمناً عرض کردم زودتر تشریف بیارین، دیگه مسافرت اعلی حضرت طولانی شده، نمی دونم خوششون خواهد اومد یا نه. سابقه فساد اخلاقی محمد رضا پهلوی به دوران تحصیل در مدرسه فرانسه برمیگرده. محمد رضا در این مدرسه با یکی از دخترای خدمتکار رابطه داشت که مجبور شد به عنوان حق السکوت 5000 فرانک به این خدمتکار پرداخت کنه. بعد از بازگشت محمد رضا به ایران به دستور رضاخان فیروزه که در دربار همه اونو به عنوان زیباترین زن تهران میشناختن، به امارت محمد رضا منتقل شد و ارتباط او با محمد رضا تا زمان ازدواجش با فوزیه ادامه داشت. محمد رضا پس از ازدواج با فوزیه نیز این اخلاق زشت زنبازی رو کنار نذاشت، به طوری که یکی از دلایل جدایی فوزیه از ایشون بعد از تولد دخترش بی‌بندوباری محمد رضا و ناپایبندی او به قوانین زندگی مشترک بود. محمد رضا در هنگام زندگی با فوزیه با دختری به نام دیوان سالار هم رابطه داشت و در لس آنجلس خونه وسیع و زیبا با امکانات مدرن در اختیار او گذاشت. اما ماجرای فرار فوزیه از ایران به مصر نیز شنیدنی است. ماجرای فرار فوزیه زیر سر اشرف و ارنست پروم بود که گزارش رابطه فوزیه با شخصی به نام امامی را به شاه دادن. فوزیه بعد از فاش شدن این رابطه به مصر رفت و دیگه حاضر به بازگشت نشد. فرار فوزیه باعث شد تا محمد رضا با آزادی بیشتر با زنان ارتباط داشته باشه. اشخاصی همچون فردوس، شمس، علم، اشرف، عبدالرضا و هوشنگ دولو مأموریت داشتن که زنانی که خوش‌تیپ و به سبک اروپایی بودن و به شاه معرفی کنن و آپارتمانی در تهران برای اونا دست و پا کنن تا شاه بتونه با زنان جوان خلوت کنه. محمد رضا تا قبل از ازدواج با ثریا با پروین قفاری که به پری مشهور بود ارتباط داشت، اما بعد از ازدواج با ثریا از سوی همسر جدیدش تهدید شد که اگه روابط نامشروع خودش رو متوقف نکنه کار اونا به طلاق خواهد کشید. محمد رضا در خلال مسافرت به کشورهای خارجی نیز دست از عادت خودش بر نمی داشت و مدتی رو در مصاحبت با دختران معرفی شده از سوی دوستان خودش می گذروند. علم که محرم محمد رضا بود در خارج و داخل با هزینه های گزاف مأموریت داشت که زنان و دختران جوان رو برای مصاحبت با شاه معرفی کنه. این رفتار محمد رضا شاه گاهی براش گرون تموم می شد. مثلا در یک سفر رسمی به آمریکا، هنری بایرود مدیر کل وقت وزارت خارجه آمریکا در یک ضیافت از ثریا تقاضای رقص میکنه و در ضمن رقص از ثریا درخواست قرار ملاقات میکنه. حواشی محمد رضا باعث شد تا از دومین همسر خودش ثریا نیز جدا بشه.
اما بعد از ازدواج با فرح نیز شاه همچنان رفتار خودش را ادامه داد. در دوران زندگی با فرح شایعات زیادی از دخترانی بر سر زبونا بود که شاه را عاشق و دلخسته خودش را معرفی می‌کردند. این شایعات گاه شاه را مجبور به تهدید اونا می‌کرد. ملاقات محمد رضا با این زنان به قیمت بسیار گرونی تمام می شد و شاه مجبور بود که هدایای گرانبها که بیشتر اونا جواهر بودن به این زنان اهدا کنه. مثلا تو یکی از ملاقات ها شاه هدیه‌ای به یک بازیگر تئاتر به نام گریس کلی آمریکایی می بخشه که حدود 1,000,000 دلار ارزش داشته. محمد رضا شاه تا آخرین لحظات عمرش که بیماری به سراغش اومده بود روحیه ی زنبازی خودش رو حفظ کرد و معروفه که در پاناما نوریگا در مقام رئیس سازمان امنیت پاناما که مسئول حفاظت از جان شاه بود چنین موقعیت‌هایی رو فراهم می‌کرد و برای ایشون زن می‌آورد. شاه در این دوران از زندگیش حتی آپارتمانی در تهران دست و پا کرد تا بتونه با زنان جوان خلوت کنه. معروفترین معشوقه شاه در این دوره پروین قفاری بود. پروین قفاری 16-17 ساله، موی بور، زیبا و قد بلند، دختر میرزا حسین قفاری همدانی، یکی از کارمندان مجلس شورای ملی بود. پروین کم کم به دربار راه پیدا کرد و در حال هوای ملکه شدن از شاه باردار شد. اما شاه ایشونو مجبور کرد که جنینش رو سقط کنه. شاه بعد از بهبود پروین خونه‌ای در خیابان کاخ نزدیک کاخ مرمر برای ایشون خریداری کرد تا به وی نزدیک تر باشه. سرانجام بعد از مدتی پروین از چشم شاه افتاد و از دربار رانده شد. پروین قفاری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خاطرات خودش را در کتابی به نام تا سیاهی منتشر کرد. وی در این کتاب نشون میده که شاه چقدر موجود جلفی بوده تا اونجا که خودش به تنهایی در خیابونا دنبال شکار دخترها بوده. در ادامه شاه با تداوم حکومت پهلوی ها و لزوم داشتن ولیعهد ناچار شد در سال 1329 با ثریا ازدواج کنه. نفر بعدی یه دختر آمریکایی 19 ساله بود که ملکه ی زیبایی جهان بود. چند بار با محمد رضا ملاقات کرد و به اون نیز یک سری جواهرات داده شد که حدود 1,000,000 دلار ارزش داشت. یکی دیگه از معشوقه های شاه در این دوره گیتی خطیب بود که در آستانه ازدواج با فرح حدود 1,000,000 تومان پول نقد و همین حدود جواهر به او داده شد و او راهی روم شد. شاه و دربار بدون توجه به موقعیت ملت مملکت رو به حدی رسونده بودند که با مؤسسات فساد جنسی اروپا رابطه برقرار کردند. یکی از این مؤسسات، مؤسسه مادام کلود، یکی از موفق‌ترین و معتبرترین شبکه‌های دختران تلفنی پاریس بود. این مؤسسه بود که دختری رو به نام آنج به شاه معرفی کرد. او با هواپیما به ایران اومد که مورد استقبال یکی از کارمندان وزارت خارجه قرار گرفت و در هتل هیلتون در یک ساکن شد. سه روز آداب و حضور نزد شاه رو به وی آموختن. وقتی شاه آنج رو دید به قدری از او خوشش اومد که اونا در تهران نگه داشتن. اما او از زندگی در تهران خوشش نیومد. بعد از 6 ماه هنگامی که قصد بازگشت رو داشت به او اخطار کردن که تو نمیتونی از اینجا بری. اعلی حضرت از تو خوشش میاد. ولی سرانجام او موفق شد ایران رو ترک کنه. اما ناگهان در ایران یک خبر عشقی از شاه منتشر شد و سپس کاخ شاه رو نیز متشنج کرد. در اوایل سالهای 1970 مصادف با 1350 در دربار و بازار زمزمه هایی رواج یافت حاکی از این که شاه عاشق شده. اونم نه عاشق یه دختر اروپایی بلکه یه دختر 19 ساله ایرانی با موهای به رنگ طلایی. می گفتن نامش گیلداست. داستان گیلدا پرحادثه ترین داستانهای 1001 شب دربار پهلوی بود. شاه بی‌محابا اونو به کاخ آورد و رسماً جزو دربار شد. فرح از گستاخی شاه سخت به تنگ اومد و دعوا درگیری رو شروع کرد. گیلدا دختر سرلشکر آزاد یکی از افسران نیروی هوایی اصفهان بود. توی سفری که شاه به اصفهان رفت سخت شیفته او شد و اونو با خودش به تهران آورد. ایران دخت تیمورتاش در سال 1295 به دنیا آمد. او بزرگترین دختر عبدالحسین خان تیمورتاش سردار خراسان بود.
عبدالحسین خان تیمورتاش نخست وزیر رضاخان بود و دومین مرد قدرتمند ایران در اون دوران محسوب میشد. او اصلاحات زیادی در مدرن سازی سیستم اداری انجام داد و تلاشش بعد از لغو قرارداد رسمی به مذاق انگلیسی ها خوش نیامد. بنابراین پاپوشی براش دوختن و شاه رو به او بدبین کردن و به زندان افتاد و در اونجا توسط پزشک احمدی به قتل رسید. محمد رضا پهلوی که در خاطرات خودش ایران دخت و اولین دختری میدونه که دلبسته شده، برای دلجویی از بی‌عدالتی که در حق پدرش شده مرتبا ایران دخت و خانواده را به دربار دعوت میکرد. اما ایران دخت هرگز به دربار نرفت و برادران خودش رو نیز به خاطر رفت آمدشون به دربار شماتت میکرد. بعد از رفتن به پاریس در سال 1355 محمد رضا پهلوی اونو به سمت وابسته فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایران در فرانسه منصوب کرد. ایران دخت بعد از انقلاب دوباره به ایران برگشت، اما بعد از مدت کوتاهی ایران رو برای همیشه ترک کرد. او خدمات بسیاری در جهت حقوق زنان انجام داده و مسعود بهنود که در کتاب سه زن به زندگی او پرداخته اونو جزو صد زن پیشگام ایران میخونه. ایران دخت تیمورتاش در سال 1370 هجری شمسی در پاریس دار فانی رو ودا گفت. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتون رو پایین همین پست با ما به اشتراک بذارید. همچنین اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت کنید.